جنگ پنشر جاده یک طرفه. طالبان وصیت‌نامه هایشان را در جیب های خود به پنشر آورده بودند و می دانستند که آنها در اینجا هلاک می شوند. در این وصیت‌نامه چی نوشته شده است؟ سلام، با سرویس اطلاع رسانی ما خوش آمدید. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. در ادامه مشروع خبرها. وزیر معارف طالبان تازه می گوید مردم نمی خواهند دختران خود را به مکتب بفرستند. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان می گوید که مردم افغانستان در شرایط فعلی نمی خواهند دخترانشان را به مکتب بروند. با گزارش خبرگزاری جمهور، آقای منیر امروز در سفر به ولایت اروزگان گفته است که اگر به خواسته های مردم توجه نشود مردم شورش می کنند. او تاکید کرده است که رهبری طالبان در تلاشند تا هرچی زودتر شرایط را برای دختران فراهم کنند تا در محیط امن درس بخوانند. منیر افزوده است که طالبان فرهنگ مردم افغانستان را می شناسند و کاری که خلاف فرهنگ مردم باشد را انجام نمی دهند. او افزوده است که اگر بیرون از بازار اروزگان رفتید بپرسید چند درصد مردم حاضرند دختران را به مکتب بفرستند. ما در جامعه افغانستان زندگی می کنیم و فرهنگ مردم اینجا را می شناسیم. این فرهنگ چیزی است که دولت های قبلی به آن توجه نداشتند و به خاطر آن شورش و اعتراض شد. این در حالی هست که روز گذشته صدها دختر دانش آموز بالاتر از سنف ششم در اعتراض و بسته ماندن مکاتب بر روی آنان دست به اعتراض های گسترده دادند. قابل ذکر است که احمد مسعود نیز واکنش تند علیه طالبان به خاطر بسته ماندن مکاتب دخترانه ابراز کرد. خبر بعدی، طالبان بیش از 70 دواخانه را در کابل بستند. اداره غذا و داروی طالبان امروز اعلام کرده است که 72 دواخانه در نواحی مختلف شهر کابل بسته شده است. این اداره همچنین گفته است که از میان 72 دواخانه مهر لاک شده 40 باب آنان فارماسیست نداشته و 32 باب دیگر به گونه خودسرانه فعالیت میکرد. به گفته اداره غذا و دوای طالبان از 14 اسد تا 14 سنبله 177 دواخانه در سراسر کابل بررسی شده است. این در حالی هست که اداره غذا و دوا که از زمان سقوط حکومت پیشین غیر فعال شده بود با تازگی فعالیت های خود را از سر گرفته است. خبر دیگر، خدمات فروش آنلاین کلیک ورشکسته شد. مرکز فروشات آنلاین کلیک پس از 6 ماه فعالیت متوقف شده است. کلیک روز یک شنبه 20 سنبال از توقف فعالیت های خود خبر داده است. این مرکز در یادداشت در صفحه رسمیش نوشته است که وضعیت شکننده اقتصادی، فرار سرمایه و متوقف شدن چرخه اقتصادی روی هم رفته، میزان خرید و فروش را در بازار شدیداً متاثر کرده که ما هم از این امر متاثر و مستثنا نیستیم. مرکز فروشات آنلاین کلیک گفته است که میزان مفاد فروشاتش به حد اقل رسید و به این ترتیب ناگزیر به توقف فعالیت‌های خود شده است. گفته می شود که با توقف فعالیت این مرکز شمار زیاد بیکار شدند. کلیک 6 سال در زمینه فروشات آنلاین خدمات ارائه کرد. خبر دیگر، جنگ پنشر. طالبان مردان کهنسال را برای پایین کردن اجساد به کوه ها بردند. منابع محلی در پنشر میگن که درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در این ولایت اثر گرفته شده است. با گفته منابع، این درگیری ها پس از چاشته امروز در مناطق عبدالاخیل، حصارک منجهور و ماله آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد. منابع میافزاند که طالبان از چندین جهت بر مواضع نیروهای جبهه مقاومت ملی در بخش های مختلف پنشر حمله کرده اند. با گفته منابع، طالبان صبح امروز افراد نوجوان و کهنسالان را از دره عبدالاخیل جمع آوری کرده و به کوه ها برده اند تا اجساد جنگجویان کشته شده ایشان را پایین بیاورند. منابع تصریح می کنند که روز گذشته بیش از 20 جنگجوی طالب تنها در دره عبدالاخیل کشته شدند. اجساد این جنگجویان در کوه ها باقی مانده بود. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که روز گذشته عملیات گسترده ای را با هدف سرکوب نیروهای جبهه مقاومت ملی در 5 ولسوالی آغاز کردند، اما به نظر می رسد که این عملیات با شکست سنگین و روسیاهی برای طالبان تمام شده است. خبر بعد، طالبان بازرسی خانه به خانه را در نجراب کاپیسا آغاز کردند. منابع محلی در کاپیسا از آغاز بازرسی خانه به خانه و حریم شخصی در این ولایت خبر می دهند.
و گفته منابع طالبان بازرسی خانه به خانه را از روز شنبه 19 سنبله و این سو در بخش‌های مختلف ولسوالی نجراب به ویژه روستاهای گیاه آغاز کردند. منابع میگن که از آنجا که بیشتر باشندگان این منطقه مجهز با سلاح‌های شخصی هم در کوه‌ها سنگر گرفتند. گیاوه از مناطق کوهستانی و دوردست ولایت کاپیسا است که بیشتر باشندگان آن مسلح‌اند. حکومت پیشین نیز چندین بار عملیات‌های را با هدف جمع‌آوری جنگ‌ابزارهای باشندگان این منطقه راه اندازی کرده بود که موفقیتی در پی نداشت. خبر دیگر، طالبان یک فرمانده پلیس محلی پیشین را در پروان کشتند. منابع محلی در پروان میگویند که طالبان یک نظامی پیشین را در این ولایت نخست بازداشت کرده و سپس به قتل رساندند. منابع محلی امروز به روزنامه 8 صبح میگویند که گروه مستکبر طالبان این فرمانده پلیس محلی پیشین را در منطقه خاپریز دره ترکمن ولسوالی شیخ علی بازداشت کرده و جنازه او را شب گذشته به ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان فرستادند. منابع می‌افزایند که این فرد محرم علی نام داشته و در حکومت پیشین فرمانده پلیس محلی در دره قربند ولایت پروان بوده است. پیش از این نیز طالبان ده‌ها نظامی حکومت پیشین را در ولایت‌های مختلف کشور بازداشت، شکنجه و تیرباران کردند. خبر دیگر، استخبارات طالبان در پکتیا 8 خبرنگار محلی را بازداشت کردند. یک منبع معتبر محلی و دنبال نشر خبرهای اعتراض دانش آموزان دختر در پکتیا، استخبارات طالبان روز شنبه خبرنگار را برای چندین ساعت بازداشت و زیر بازجویی قرار دادند. با گفته منبع، طالبان وسایل خبرنگاری و گوشی‌های همراه خبرنگاران را مورد بازرسی قرار دادند و به خبرنگاران گوشزد کردند که پس از این در نشر خبرها محتاط باشند. در همین حال، منابع محلی میگویند که دانش آموزان لیسه سیمین اکبری در ولسوالی سمکنی پکتیا که بامداد روز یک شنبه 20 سنبله و مکتب رفته بودند، در پی شلیک‌های هوایی طالبان به خانه برگشتند. گفتنی است که مسدود شدن دوباره درب مکاتب دخترانه پس از نزدیک به یک هفته در پکتیا با استاپ‌های گسترده در رسانه‌ها داشته است. خبر بعدی، گوشت زهری در ننگرهار جان دو عضو یک خانواده را گرفت. منابع محلی در ننگرهار میگن که اعضای یک خانواده 5 نفری پس از خوردن گوشت ماشین شده مسموم شدند. این رویداد پس از چاشت امروز در روستای سیپای ولسوالی بطیکوت ولایت ننگرهار اتفاق افتاده است. منابع محلی میگن که اعضای این خانواده پس از خوردن گوشت ماشین شده مسموم شدند، که در نتیجه آن دو کودک جان باختند و مادر این کودکان با دو فرزندش در شفاخانه بستری شدند. با گفته منابع، زن و کودکانش که برای درمان به کابل منتقل شدند وضعیت صحی خوبی ندارند. این نخستین بار نیست که خانواده ها در پی خوردن غذای زهری مسموم می شوند. اکنون می‌پردازیم به خبر تازه از پنجشیر. جنگ پنجشیر جاده یک طرفه است. طالبان وصیت‌نامه هایشان را در جیب‌های خود به پنجشیر آورده‌اند و از قبل می‌دانستند که از پنجشیر دوباره بر نمی‌گردند. حالا در این نامه را که شما می‌بینید به خانواده اش نوشته است که پول قرض تل موتر را به تل فروش بپردازید. دوستان عزیز، شما خودتان قضاوت کنید. کسانی که از هلمند و قندهار با ولایت پنجشیر میان، همه ایشان فامیل های غریبی هستند که به 1000 و 2000 افغانی محتاج هستند. اما گروه های تروریستی طالبان میخواهند که از آنها سوء استفاده کنند و آنها را در جنگ پنجشیر و بغلان بفرستند. این در حالی هست که بیش از 50 طالب در پنجشیر در شب روز کشته شده است.